بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی رسول الله و علی آله اجمعین. جلسه قبل عرض شد که بر اساس آیات قرآن از جمله سوره رومیه 30 فطرت انسان ها بر خدا جوییه، یعنی این که ما میتونیم بشر رو، انسان رو در راستای خداجوییش جهت بدیم، تغییر علاقه بدیم، تغییر عقیده بدیم. در سوره رعد آیه 11 هم تاکید فرمودن که خداوند متعال ابتداعا سرنوشت کسی رو تغییر نمیده مگر اینکه خود بشر هم بخواد. اما این که بعضی ها میگن ما انسانیم و انسانیتمون مشخصا تعریف شده، بر اساس چی قبول کنیم که انسانیت او به درستی پایه‌گذاری شده مفهومش یا نه؟ سوره انفال 24 رو ذکر کردیم که فرمودن ملاک انسانیت اجابت دعوت خدا و رسول خداست و تفاوت ظاهری انسان ها طبق سوره زخرف آیه 32 ملاک تشخیص ما نبود، بلکه اون مقامات معنوی افراد هستش که ملاک سخن ماست، که سوره حجرات آیه 13 فرمود ملاک برتری تقواست. اما عرض شد که ما میخوایم این تقوا را حالا در طرف مقابلمون ایجاد کنیم، این تقوا را میخوایم به همسرمون، فرزندمون، رفیقمون، همسایه‌مون، فامیلمون منتقل کنیم. چطوری؟ ما میخواییم که کاری کنیم، عهد بسته ایم دوتا برادر با هم، برادر و خواهر با هم، همسر زن و شوهر با هم عهد بستن که همدیگر رو به تقوا نزدیک تر کنن هر روز. یا یه نفر خودش به تنهایی عهد بسته که هم خودش رو هم دیگران رو هر روز بیشتر از روز قبل به تقوا نزدیکتر کنه. چه کار باید کرد؟ یکی از بحث هایی که در مهارت های زندگی در اسلام مطرحه استفاده از زبان هست، که زبان وسیله ارتباطی بین انسان و انسان هست که میتونه در انتقال این معنویات نقش اول رو بازی کنه. چرا که اگر فرض کنیم عهد بستیم به برادر، خواهر، همسر، فرزند، همسایه خودمون، هم نوع خودمون این مطلب را انتقال کنیم، انتقال بدیم، این عهد زمانی میسر میشه که بتونیم پیام را بهش منتقل کرده باشیم، به تعبیری اون معرفت الله را دست پیدا کرده باشه، حضرت معصوم السلام علیها را با معرفت بتونه زیارت بکنه و زیارتش تاثیرگذار باشه، مشهد رضا را بتونه با معرفت زیارت کنه تا تأثیر بذاشه، وگرنه یک انگار ساختمانی رو داره دور میزنه بدون تأثیر. وقتی که هرچه ادراک او، معرفتی او بیشتر شو، تأثیر پذیریش بیشتر میشه، یه جایی پیام گرفته، یه جایی ادراک کرده. خب از صدر اسلام بگیریم، خود پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله تلاش کردن که این مفاهیم را منتقل کنند به پیروان خودش، بعد ائمه علیهم السلام بعد از اون بزرگوار تلاش کردند که اینها را سامان بدن به انسان منتقل بشه، و بعدش هم ها علما و جانشینان ائمه علیهم السلام که خط و سیر و فکر اونها را دارن میگیرن و انتقال بحث معرفت الله هست. خب این زبان چیه؟ 10 نکته را عرض کردیم که خلاصهش این بود دیگه، زبان یک تسلیت دهنده ایست که غمها رو تسکین میده، یا گویایی است که وسیله به پرسش ها پاسخ میده در حقیقت. به نهایتا عرض کردیم که این دلربایی است، گوش ها به وسیله اون لذت میبرن. خب یک زبان مفاهیمی را منتقل میکنه که گوش این برادر و خواهر و همسر و همسایه و دیگری لذت میبره از این بیانش، یکی نه آزرده میشه، یعنی گوش ها از اون بیان، از اون صوت، از اون سخن آزرده میشن، فراری میشن. حالا عرضمون این بود چه کار بکنیم که حالا این زبانی که اون 10 تا صفت رو براش مطرح کردیم جلسه قبل،
که حاضر است که وسیله اون کینه ها را برطرف میکنه، داور است که دعواها را فیصله میده، نه دعوا را ایجاد بکنه، نه کینه را ایجاد بکنه، کینه ها را برطرف میکنه. این از کجا شروع کنیم؟ نکته هایی داره که اولین موردی که عرض کنم خدمتون، ابتداعا باید عرض کنیم ما اول باید معتقد باشیم که این تغییر عقل، عقیده، اخلاق، علاقه ها، منش انسان ها، منش انسان ها به وسیله انسان ها تغییر پیدا میکنه با فضل الهی، با هدایت الهی، با تأیید خداوند متعال. درس کردیم سوره لیل آیه 3 فرمودن که ما خودمون هدایت میکنیم، اما در سوره رعد آیه 11 فرمود خودتون رو باید تغییری، حرکتی را آغاز کنید. ان الله لا یغیر ما بقومه حتی یغیر ما بانفسهم، برای این قسمته که انسان ها باید زمینه تغییر خودشون به وجود بیارن. اما این تغییر خداوند تأیید میکنه یکیش، یکی نه. تا آیه سوره، تا آیه 11 سوره بقره میفرماید شما پاداش خیر میگیرید برای کارهای خوبتون، این تأیید مثبت به هدایته. از اون به بعدش تا آیه 22 میفرماید شما پاداش شر میگیرید در اثر کارهای شرتون. پس بنابراین هر دویش خداوند پاداش میده، اما این پاداش متناسب با اون چیزی که ما دنبال میکنیم. دو جلسه قبل عرض کردیم که حضرت علی علیه السلام فرمود زندگیتون رو خودتون میسازید، هر آن چی که تو زندگی هست مال شماست، مال کسی دیگه نیست. اگه به ظلم میشه مال خودته، اگه نه آدمی هستی به خیر میاد مال خودته. خود زمینش رو ایجاد کردی، با عقیدت میتونی خراب کنی زندگی رو، با عقیده میتونی درست کنی، با عملت میتونی توسعه بدی خیر رو یا شر رو. خب آیاتی که هست ابتدا عرض کردم اینا را بشماریم. سوره انفال آیه 53 میفرماید خداوند نعمتهایی که به ملتی بخشید اون رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون باعث باشن. در آیات فراوانی اختیار و انتخاب رو برای انسان قرار داده و از عواقب هر کدام از اینها رو انسان رو آگاه کرده. این نکته اول. نکته دوم این که در این اختیار حالا یه بحثای مطرحه، بحث شانس و بحث اینطوری بگیم خرافات و امثال هم. مثلا فرض فرمایید در بعضی جاها وقتی که تغییر مطرحه بعضیا خیال میکنن همه چی در اختیار خودشونه، از این طریق دچار انحرافات میشن. بعضی ها خیال میکنه همه چی دست خداست، حتی جبری میکنم که خدا خواست. و حالا اینکه ما آیات و روایاتی داریم میفرمایند هر آنچه که تو زندگی هست خودتون زمینش رو ایجاد کردید، نه خدا. خدا هدایت کننده است، خدا تأیید کننده است، اما برای کدوم؟ این مقداری بعضی افراد از نظر فکری دچار مشکل میکنه. اون موقع زبان ما هم که میخواد اصلاح کننده بشه نمیتونه تو مهارت خودش بیسته. یعنی گاهی میخوام این عرض کنم ولو ما مهارت انتقال مطلبم بلد باشیم، یه زمینه هایی رو اگه مراقب نباشیم اون مهارت ما رو دچار مشکل میکنه. اون زمینه ها رو باید مراقب بود. یکی از این زمینه ها ایناست که در حقیقت خیلی از مردم متاسفانه این نوع مطالب خرافی وارد زندگیشون شده، مثل شانس، مثل این تغییر همه چیز رو، شر رو، بدی رو ممکنه حتی علی عزیز الله به خدا نسبت بدن. ملاحظه فرمایید مثلا در بهار الانوار جلد 2 صفحه 87 اون حدیث معروف کل مولود یولد الی الفطره رو مطرح می‌فرمایند که هر فرزندی با فطرت سالم الهی و با معرفت خدایی متولد میشه، تا اینکه پدر و مادرام را یهودی یا نصرانی میکنن. این دیگه کلام پیامبره. یا در سوره تین آیه 3 در نظام خلقت انسان میفرماید لقد خلقنا الانسان فی
احسن تقویم، این احسن تقویم معنی شکل نیست که نه، به معنای اون لطافت و موقعیت وجودی انسانه که احسن تقویمه. خب این احسن تقویم معنی چی هستش؟ به معنی اینکه خلقت نیک میده. فرمایید انسان به پاکی آفریده شده، انسان به نیکی آفریده شده، انسان به فیض و لطف خداوند آفریده شده. فیض خدا، لطف خدا زشت نیست، ناسواب نیست. پس چرا بعضیا میگه که این آدم بدجنسه، این نمیشه کارش کرد؟ چرا بعضی از آدم ها میگه که این ذاتش خرابه؟ پاسخش اینه که اینطور افراد متاسفانه شناخت روی این مواردی که میخوایم عرض بکنیم یا ندارند، یا در اثر هیجان‌های باطلشون یکم چه موضع‌گیری میکنن، یعنی هیجان‌های ناقصشون. وگرنه اعتقاد ما اینه که این عرض کردم و دوستانی که تازه تشبه بودن، اول میخواییم این اعتقاداتمون رو داری بحث بکنیم که بگیم اون ده تا صفتی که برای زبان حضرت امیر علیه السلام فرمودن که میشه به وجود آورد و میتونه این زبان تسکین دهنده باشه، برطرف کننده زشتی ها باشه، برطرف کننده غم ها باشه و فیصله دهنده دعوا ها باشه و امثال ها، این باید بگیم که معتقد بشیم که میشه، خدا این اختیار رو داده. بلی حدیث حضرت امیر رو ببینیم چونه به پیاده کنیم. پس بنابراین اینم یک آیه که انسان بر اساس اون پاکی و درستی آفریده شده. در سوره طه آیه 50 ملاحظه فرمایید در قالب دعاست، خدایا اون، ببینید گاهی ما دعا میکنیم میگیم خدایا ما را به ادامه حیات طیبه روزیمون بکن. اینجا فرمایید خدای من آن پروردگاری است که آنچه لازمه یه خلقت و ادامه حیات هر چیزی بود به او بخشید و سپس هدایتش کرد. این آیه اگر بحث هدایت، هدایت فطری می فرماید، در سوره، در آیه 79 سوره مخصوصا همین اسراء می فرماید که ما انسان رو با توجه به شرایطی که براش وجود میاد هدایتش میکنیم، شرایط مثبت و منفی، مثبت باشه هدایت به سوی مثبت، منفی باشه به اون سمت هدایتش میکنه، راهش میکنه. اینم یه نکته است. در بحث دیگری که ما داریم که خیلی جدی باید بهش بپردازیم این هستش که ما آیات بسیار زیادی داریم میفرماید که اختیار و انتخاب متناسب با سرشت انسانیه. سرش یعنی چی؟ یعنی اون فطرتی که ما داریم بر اساس جذب زیبایی هاست، درستی هاست و مهربانی هاست. چه که خدای رحیم کریم حتما جانشین خودش رو رحیم و کریم به اصطلاح ظرفیتش رو آفریده. یعنی خداوند اگر ما را خلیفت الله میخواد بشماره، خلیفت الله ظرفیت کریم بودن و رحیم بودن و مهربان بودن رو درش ایجاد کرده. خب سوال، چرا پس بعضی ها ظالمن کریم نیستن؟ چرا حتی زن و شوهرن، برادر و خواهرن، همسایه‌ن، همکارن زیر پای هم دیگه رو خالی میکنن تا جایی که آبروش ببرن؟ میگه این جاییست که از این سرش فاصله گرفته، این جاییست که از این موقعیت ها فاصله گرفته. کی فاصله شده؟ حالا جالب اینجاست، خودش به تنهایی میگه نه، انتقال پیام هاست. یه پیام بر اساس زبانیست که حضرت امیر علیه السلام اون ده تا صفتی که عرض کردیم جلسه قبل بر اساس اوه سرشت پاکی رو اوج میده. یک زبان نه، زبانیست که بر اساس آموزه های خانوادگیست که به تعبیر رسول اکرم صلوات الله علیه و آله که جاذبه های منفی مبتلاش کرده. خب این اگر ما بپردازیم به این، مخصوصا نامه 31 از تعمیر علیه السلام به امام حسن مشتبه که توصیه کرده مخصوصا نوجوانی و جوانی رو که تغییرات عجیب و غریب براش به وجود میاد اگر زود اقدام نکنیم، زود اقدام نکنیم اون تغییرات براش بمونه، اینا اگر معتقدیم که هستیم خیلی راحت کارمون رو بیتونیم پیش ببریم. پس با این فرض که ما آیات روایت رو دیده ایم و با این اعتقاد
که اعتقاد به این آیات و روایات هستیم که تغییر انسان ها ممکنه، علاقه هاشون، زبانشون، منششون، دانششون، روششون، دینششون، همه قابل تغییره. اگر قابل تغییر نبود اصلا بحث وجود مبارک پیامبران معنا پیدا نمی کرد. که خب حالا که قابل تغییره، میخوایم این زبان رو در حقیقت به کار بریم، دو تا بحث داره. یکی این که ما چگونه این زبان را به کار ببریم که اون 10 تا صفت را به کار بگیره، یکی این که چکار کنیم دیگران ازش استفاده کنن. اولین مطلب بحث دیگرانه برامون، بحث دیگران رو یه مقداری بحث کنیم، بحث خودمون راحت‌تر روشن میشه. 10 تا، بله ببینید، من دارم حرف میزنم برای دوستم، برای فامیلم، برای همسرم، برای فرزندم، درست شد؟ من چگونه حرف بزنم تا اون 10 تا صفت رو پیدا بکنه؟ یه بحثمونه، یه مهارته. یکی این که به چه زمینه ای از دیگران توجه بکنیم تا این سخن ما اثر بکنه، اون 10 تا اثر رو داشته باشه، درسته؟ حالا اون زمینه هایی که در حقیقت نمیگذاره دیگران حتی حرف خوب ما را بپذیرند، بعد ما دوچار نقص مهارتی در زبان میشیم. 10 تاش رو من فعلا خلاصه بکنم تحت عنوان موانع یا فیلترهای متداول ارتباطی. این موانع یا فیلترهای ارتباطی میتونه در بعضی ها 5 تاش باشه، میتونه در بعضی ها 10 تاش باشه، میتونه در بعضی ها 2 تاش باشه. هر کدام از اینها تأثیرات منفی میگذره بر روی اون شخص، نمیگذره ما به خوبی باش برخورد ارتباط درستی برقرار کنیم، ولو نزدیکترین شخصمون باشه، ولو شخصی باشه یه روزی به ما علاقه‌مند بوده. اگر اون اشخاص مبتلای به این 10 تا، حالا یکیش یا هر چند تاش مبتلا بشن، ما در انتقال مطلب دچار مشکل میشیم، زبانمون زبانه تأثیرگذار نخواهد شد. 1، اولین مانعی که نمیگذاره افراد ارتباط با ما برقرار کنن عواطفشونه. عواطف افراد به شکل‌های مختلف میتونه بروز پیدا بکنه، مخصوصاً وقتی بروز میشه گفت نامحسوس عملی هست، ما نمیتونیم خودمون رو تنظیم کنیم انظر رفتاری در مقابل او. به تعبیر دیگر وقتی عواطف شاخصهای عملی نداره، یه شخصی در مقابل ما قرار گرفته، شاخصه عملی این که عاطفش نادرسته، نمیشناسیم ازش، در همچون شرایطی ما بیشتر دچار مشکل میشیم. یه طوری باهاش صحبت میکنیم، خیال میکنیم که پذیرنده است، میپذیره بحث رو، بعد ببینیم نه، به جای این که به غمهاش فیصله بدیم، متاسفانه مشکلات عدیده رو داره دنبال میکنه. به جای این که با ما رفیق و مدارا کننده بشه، با ما سر ستیز پیدا میکنه، چون عواطف او تو جای دیگه رفته. مثلا او در شرایطی قرار گرفته که الان علاقه به یک روند، جریان، فکر پیدا کرده، ما اتفاقا صحبتمون بوی این را میده، حتی بویش میده، اصلش هم نیست، بوی این را میده که مخالفت با اون روند اونو داره، با اون علایق او. البته در بین خانم ها و آقایون، خانم ها خیلی ظریف‌تر تو این قضیه زبان را به کار میگیرن، عملشون نشان دهنده عواطفشون نیست. یعنی اینطوری عرض کنم که یکی دلایلی که معمولا در بین خانواده ها، در بین حتی ادارات، خانم ها زود واکنششون تبدیل به گریه یا قهر میشه اینه. معمولا، نمیگیم همه ها، زود واکنششون تبدیل به قهر یا گریه میشه از این بابته، بعد از قهر و گریه تبدیل به عصبانیت زبان پرخاشه. یعنی به صورت زبان اگر گریه نباشد، اگر
قهر نباشد، پرخاش زبانی میشه، به خاطر اینکه عواطفشون نشان عملی کمتر داره، مردها در مقابلشون حرفشون رو راحت میگن. چون حرفش راحت میگه، خیال میکنه درسته، از ضمیر، از اون موقعیت مکنون این خانم با خبر نیست، تبدیل به دعوا میشه. این زبان آرامش دهنده نشود، بلکه خرابکاری به وجود میاره. این یکی. دوم، در بین جوان ها، چون بحثمون من مخصوصا تو بحث جوان بود، جوان به دلیل اینکه عواطفش رو پشت زبانش قرار میده، زبان قبل از عواطف جوان هستش به تعبیر دیگر. اینجا هم هست، وقتی با ما صحبت میکنه خیال میکنیم با ما یکیه، این جوان خیال میکنیم با ما هم‌عقیده است، این جوان خیال میکنیم با ما هممنشه. به همین خاطر وقتی شروع میکنیم باهاش صحبت میکنیم، ما عقیده خودمون میگیم، غافل از این که اون عقیده‌اش اینی نیست که الان به زبان جاری شد. تبدیل میشه به درگیری. درگیری ابتداعا ممکنه ذهنی باشه، تبدیل میشه به فاصله، حداقل ها فاصله عاطفی، فاصله فیلتر دیگه نمیذاره، مانع ارتباطیه. اگر جوان به اینجا برسه، شدیدتر از همسری خانم که خانم باشه هستش واکنشش. چرا؟ چون جوان یک روحیه‌ای که داره روحیه خود اتکاییه، نمیخواد برده باشه، خود اتکاییه، نمیخواد منفعل باشه. یعنی از سر غیرت در مقابل انسان موقع ممکنه بیسته به عنوان فاصله های ذهنی. پس بینید چقدر حساسه که این زمین ها را، من زمین ها را باز میکنم تا این مداری اون روش هایی که حضرت میفرماید روشن‌تر بشه. یه بار دیگه تکرار میکنم، بحث کجایی؟ 10 تا صفت حضرت فرموده زبان داشته باشه تا این ارتباطات شیرین باشه. بحثمون اینه که چیکار کنیم ارتباط باشه. 2 تا نکته است، یکی ما چیکار کنیم، یکی اینکه در مقابلمون افرادی که هستن چی در وجودشون ببینیم. تا اینه که چی در وجودشون هست نبینیم، اون زبان خیلی خوب کارگر نیست. اول اینو باز کنیم، اینو داره وقت میگیره ولی چاره‌ای نیست. پس اولیش عواطف، دومیش پیش داوری های افراده. یعنی افراد قبل از آن که حرف بزنن، قبل از این که از زبان استفاده کنن، تو فکرشون یه چیزایی هست، قبول دارید؟ تو ذهنشون یه چیزایی هست. حالا اونه که تو ذهنشون هست، قبل از آن که ما هم به زبان بیاریم به ذهن آورده، این بهش میگن پیش داوری. قبل از این که ما به زبان بیاریم، قبل از این که زبانمون نیتمون رو هم بتونه خوب بویا باشه، خیلی نیت داشته باشیم، خیلی نیت داشته باشیم که ما اگر زبانمون نتونه مطالب درونیمون رو خوب بیرون منتقل بکنه، زمینه پیشتاوری رو برای افراد به وجود میاره. پس معلومه یک مهارتی لازمه، که یک فرمولی لازمه که به کار بگیریم تا درونمون رو که علاقه به فرد هست، درونمون که ارادت به فرد هست نشون بده. گاهی ما نسبت به یک فردی خیلی ارادت داریم، علاقه داریم، میخواییم همون علاقه منو بگیم، ایشون برداشت دیگه میکنه بر اساس پیش‌داوریش. اینجا بحث از زبانه. ابتداعا ممکنه بگید آه نمیتونیم الان اون شخص را مقصر بشماریم چون اون پیش‌داوری کرده دیگه. ممکنه درصدی مقصر بدونیمش، چون سوء زبان پیش‌داوری جز محرماته، ولی بحث اینه چند درصد اونو مقصر بدونیم. 2%، 5%، 20%، 80%، 70%. ما در انتقال مطلب اینجا باید بیاییم تو میدون. نه 50% که میتونیم ادعا بکنیم، نصف ما نصف خودمون انجام میدیم گاهی، همون 50%. یعنی اگه انصاف خرج بدیم، گاهی 50% هم که بالاخره او یه نفر، ما هم یک نفریم دیگه، نه او یک طرف قضیه است، ما یک طرف قضیه هستیم. ما میتونیم همون 50%، همون نصفی که مربوط ما میشه انجام بدیم. گاهی به این فکر نمی کنیم کونی که سهم ماست چه نوع انجام شده. این سهم ما مال زبانمونه، که این زبان باید کاری بکنه که این پیش‌داوری رو هم که مانع ارتباطه، فیلتر ارتباطه، او رو بپوکونه، از بین ببره، چیز دیگه رو بنا کنه. 3، عقاید افراده. عقیده‌ای داره برای خودش، این عقیدهش
موجب میشه که یا دلیل میشه برای او که حرف ما را رد کنه، حرف ما را قبول نکنه، سخن ما را خوب ندونه. خب بازم یه بحثه، او یک طرف قضیه است، ما طرف قضیه دیگری، 50-50 بازم نمیتونیم بگیم کمتر. چجوری این عقایدشو برطرف کنیم؟ شاید بگیم نه، سوال جدیتر اینجاست، سوال جدیتره. اون اینه که اصلا ما باید عقیده اون رو تغییر بدیم یا نه؟ رهاش بکنیم، بگیم ما چی؟ مخصوصا مثل همسر، مثل فرزند، مثل دوست، مثل فامیل، مثل همنوع، ما مأموریت داریم بیاییم که عقیدش تغییر بدیم یا نه مأموریت نداریم؟ بر اساس احکام و شریعت اسلامی ما تکلیفمونه، مکلفیم به تغییر این اشخاص. اینطوری نیست که بگیم که حکم بر ما نیست، یا به تعبیری شونه را خالی کنیم بگیم که عیسی بود دینش، موسی به دینش، شما گناه نکن. اینطوری نیست که بگیم شما گناه نکن. به تعبیر حضرت عیسی علیه السلام همینه که میگن عیسی بود دینش، موسی به دینش. حضرت عیسی اتفاقا روایتش هست که ما مسلمان هم این روایت هم قبول داریم، خودشون هم قبول دارن. مسیحی ها میفرماید اگر یه خونه ای، مثال میزنه، اول یه خونه ای آتش بگیره، همسایتون باشه این خونه، در خاموش کردن خونه تلاش نکنید، مشارکت نکنید، عنقریب آتش اون خونه خونه شما را میگیره. اگر فرزند همسایه منکری را انجام داد، نهی از منکر نکنی، عنقریب فرزند شما هم منکری انجام میده. حضرت اینطوری میفرماید. یعنی میخوام بگم اینم که میگن عیسی به دینش، موسی به دینش، نه این اصلا خود حضرت عیسی هم قبول نداره، حضرت موسی قبول نداره، چه برسه ما. اینه که ما مکلفیم به تغییر. امر بالمعروف چرا واجبه؟ برای همین دیگه. نهی از منکر چرا واجبه؟ واجب تر از نماز دیگه. حالا بگذاریم که بعضیا نمازهای مستحبی لا ماشاءالله اینقدر میخونن که پاشون هم درد بگیره، ولی واجب رو انجام نمیدن به نام امر بالمعروف. یعنی اون جاییست که نتونسته بحث منتقل بشه. پس عقاید افراد گاهی نمیذاره، منتها عقاید درست عقیده است، ولی مثل پیشتاوری ها و مثل عواطف نمیتونه مانع صحبت ما باشه، چون عقاید در اثر استدلال خودشو بروز میده، با زبان خودشو بروز میده. خوشبختانه راحت‌تر میتونیم با عقایدشون حرف بزنیم، چون عقیده گاهی تبدیل به هیجان میشه. اصلا شما تو مسائل سیاسی ببینید افراد عقایدشون چگونه بروز میدن، تو مسائل اجتماعی عقیدشون چگونه بروز میدن. عقیده راحت بروز پیدا میکنه، خیلی مشکل نداره. 4، نتیجه گیری عجولانه. افرادی که عجولانه نتیجه گیری میکنن از حرف ما، مانع از پذیرش حرف ما شدن. پس معلومه باید ما یه مهارتی از سخن داشته باشیم، افراد را هم حمله بر این کنیم که شاید این از اون نوعی باشن، این افراد که عجول هم در حرف. پس خلاصه صریح صحیح، خلاصه صریح صحیح مطلبش منتقل میشه. به همین خاطر میگن برای جوانها سخنرانی روی بحثای کلی بسیار بسیار مضره. چند چیز برای جوانها مضر دونستن، برای خانمها مضرتر. یکیش تبلیغ روی موضوعهای کلی، چون کلی نگر میکنن، بعد در اساس اون کلی نگر ممکنه رد بکنن، یا ممکنه اگر وایسه کار به جزئیات دیگه نداره که این خرابکاری وجود میاره. یکی دوم بدون مثال و مصداق مطلب را گفتم، چون مصداق و مثال زبان گویاست، یعنی غیر از این یه تیک گوشیست که تو دهن انسانه، خود زبان پیامی به اصطلاح. سوم پرداختن به مسائلی که جنبه داستانی داره ولی راهبردی نیست، ارائه تاریخ نیست. چرا؟ میگه هم جوان هم خانم ها وقتی جنبه داستانی پیدا بکنه، آهنگ چون پیدا میکنه،
مثل موسیقی میشه. شما ببینید چیزی که موسیقیایی است خانم ها رو زودتر وادار گریه، بعد جوان ها رو زود احساسشون رو برافروخته میکنه تا پیرها. شما اینا رو ببینید تو جاهای مختلف نوع آهنگش اینطوریه، داستان اینطوریه، رمان اینطوریه. شما اگر آمار بخوای بگیرید راحت تر میتونی آمار بگیری. رمان ها بیشتر 40 سال به بالاها میخونن یا 40 سال به پایین ترا. اوج خواندن رمان ها بین 11 سال تا 20 سال است یا نه بالاتر؟ اوجش رو شما نگاه بکنید. فیلم های هیجانی جوان ها و خانم ها بیشتر نگاه میکنن یا مرد ها؟ اینه نکته میدن با همون هیجانی که مشتر بکوبه، دادم بزنه، هاشه بشینه، چرا گل نزدی، چرا؟ چون اونم بحث آهنگ هیجانی رو داره. اینه نکته هاییست که به عنوان نتیجه گیری ها میان بحث میکنیم و عرضم اینه چند چیز هست میگن خطرناک واردش بشی. اون مواردی که عرض میکنه میگه برای جوان ها واردش نشید اصلا. خب برگردیم به پنجمین مانع، فشار روانی. خیلی ها فشار روانی نمیذاردشون شنونده خوبی باشن. خب ما هم اگر بخوایم بی توجه به این فشار روانی بخوایم گوینده باشیم تأثیر خوبی نداره. خب فشار روانی در اثر چیا به وجود میاد؟ میتونه در اثر نگرانی های به کار خودشون باشه، اضطراب کار خودشه، دانشجو، دانش آموز، خونه دار، شاغل، هرچه هست نسبت به کارش یک استرس داره. اگر استرس داشته باشه یه نوع فشار روانی تا این مقدار. این به جای اینکه حرف ما رو خوب بشنوه حرفشون فکرش اونجا میاد. یکی دوم عشقه. عشق فشار روانی میاره. امام رضا علیه السلام حدیث خوندیم جلسه قبل، امام رضا علیه السلام فرمود محبت در جاهای موجب فساد میشه. توضیح هم دادیم چرا موجب فساد میشه. مثل این جاها علاقه در جاهای موجب فساد میشه. یک روایت دیگر شده سرانش هم عرض کردیم، اونجایی که علاقه عشق در جایگاه خودش با شرایط خودش، حالا یه بحثی برسیم انشاءالله بحث کنیم عشق جایگاهش کجاست، در جایگاه خودش انجام نشه فشار روانی ایجاد میکنه. امروزه بخوان این عشق مجازی که اسمش گذاشتن ولی مجازم نیست که بین دختر و پسرها هست از ایشون دور کنیم، ها چه مقدار سخن ما کارگره؟ بازم داخل پرانتز برگردم جلسه قبل، چون جلسه قبل گذرا رفتیم عرض کردم چند چیز هست برای جوانها ما درد دل داریم با هم دیگه، پدرها، مادرها، مبلغا. یکی دختربازی، پسربازی. عوض میخوام رک میگم چون میخوام یه مدار روشنتر بشه، سریعتر بگم. رابطه دختر و پسر نگرانم خیلی از خانواده. خب بزرگوار شما که میخواید این رابطه دختر و پسر رو حذف بکنید، میخواید برید تو مدارس راجبه دختر و پسر حرف بزنید، میخواید برید تو تلویزیون، رادیو راجع به رابطه دختر و پسر حرف بزنید، میخواید برید تو دانشگاه راجع به رابطه دختر و پسر حرف بزنید، میگه بدترین روش کاره. حالا میگم چرا میگه بدترین روش کاره. اگه بخواید راجع به این بحث بکنیم، تنها این نیست که قبه شکسته میشه، فوری ذهنمون اینجا نره. بحث انتقال مطالب از زبان نیست که مطلب رو شما همین که این بحث رو مطرح میکنی، بله قبول داره ممکنه وقتی بحث رابطه دختر و پسر میخواید بازش کنی، بحثش بکنی، قبه شکسته میشه، یک بله قبول دارم، ولی تنها این نیست، کاش این باشه. یا اگر میخواید فرض کنیم این جوان باز عشق به حالا جنس مخالف نیست، عشق به یک چیز دیگه پیدا کرده، مثل عشق به یک بازیگر، عشق به یک فوتبالیست، عشق به یک هنرمند، عشق به یک موسیقی، عشق به یک عکس تو خونه ها اتاق خوابشون عکس بعضی افراد میزنن. فرد با فرد این عشق گاهی مشکل گاهی نه. بله ممکنه مثلا عکس شهید هلمت میزنه، عشق به یک مردانگیه، عشق به یک ایثاره، عشق به یک، یعنی تدائی کننده مجموعی از آرمان هاست. یه بحثه یه ما نه عشق به یک عرضم بودر شما هنرپیشه پیدا کرده معلوم نیست مال کجاست اصلا، عکسش گذاشته تو این خونه، نه
دیدهش نمیدونه قد و قوارش هری هست نیست اصلا. یه وقت من نمیدونم بیکاری به سر زده بود چی بود، بالاخره میخواستم ببینم روی درب ماشین باری ها مثل کامیون تریلر و درب بعضی از ماشین های مسیری، این تو دربشون یه لاستیک هست، ببینم چیا میذارم. با 3-4 نفری از دوستان میرفتیم این سر گلوگاه های شهر، بالاخره این شهر اون شهر وای میستادیم، به بهانه های مختلف آبی تعارف میکردیم، گاهی بالاخره حالا گاهی هم ضرر میکردیم، ساندیسی تعریف میکردیم که تعارف میکردیم این بنده خدا بیاد پای در باز بکنه ببینیم. مینوشتیم امروز 10 تا ماشین دیدیم، این مقدارش عکس مثلا فلان رو درش بود. 15 تا ماشین دیدیم، این مقدارش عکس فلان رو درش بود. خیلی جای تعجبه براتون ممکنه. متاسفانه اون زمان، نمیدونم الان، اون موقعی که ما این بررسی رو میکردیم از هر 10 تا ماشین 6 تاشون به طور متوسط این عکس روشون بود. عکس یا خواننده بود، عکس یا هنرپیشه بود، عکس یه چیزی بود معلوم نبود اصلا مال کی بود، نمیدونیم کیه این عکس، اصلا مال کیه نمیدونیم، فقط زن بود. برای چی اینو گذاشتی؟ یه بعضیا لبشون پایین ما، یه بعضی شوناشون بالا پایین می‌رفتن، بعضیا خنده می‌کردن، بعضی اون چیزایی جواب میدادن، ولی بحث اینه بالاخره گاهی سرک میکشه این محبت ها به جاهای مختلف. شما میخوای این بهش بگید بگی آقا اینو بردار، خانم آقا تو اتاق این عکسو بردار، اینو یه بحث دیگه. اصلا عشق به مود، هر مودی میاد مثل ویروس باید تو جونش هست بره سراغش. میخوای بگی مود نه، آیا با این زبان درسته؟ اصلا اگر درست باشه مؤثر میفته، دو تا بحثه، یک اول درست و نادرستی بودنش این بیانه، یکی اینکه تا چه نادر اثر میکنه. اینا یک گیرایی است که من معتقدم که این گیرها باید بهش پرداخته بشه. تا چه مقدار پدر و مادرها، تا چه مقدار معلم ها، مبلغ ها، چه میگیم صدا و سیما یا میتونن راحت وارد این بحث ها بشن، چجوری وارد بشیم. این بحثی است که در حقیقت فشارهای روانی چه بخواد نخواد برای اونها هست. اگر عشق گاهی فشار روانی میتونه ایجاد بکنه، فشار روانی اجازه نمیده حرف بنده رو بشنوه، فشار روانی اجازه نمیده استدلال بنده رو بپذیره، استدلال خودشه. گاهی عشق به بچه، خیلی دقت بشه، مادر عشق به بچه، علاقه به بچهش موجب میشه همسرش رو ندیده بگیره. تا این حد یعنی تمام وجودش خرج میکنه برای فرزندش، اما بچه‌ش نه، بالاتر. امروزه یه مود دیگه به وجود اومده، باور فرمایید همین امروز همون ساعت 11 تا 12 که تلفن روشنه، 4 نفر داشتیم که از دست خانماشون شاکی بودن، 4 تا مرد که میگن خانم به علاقه شدید به درسش موجب میشه که مثلا نهار رو تا ساعت 4-5 طول بده. یعنی میاد خونه عشق به درسش خستهش کرده، میاد تو خونه، خب آدم چودن نیست قبول دارید، استراحت میکنه تا میخواد غذا درست کنه شده 3-4 ماه بگیرن سر کارم. بعد که شب برمیگردم خونه ببینیم مشقاشو باید بنویسه، چی میگیم درساشو باید بخونه. حالا که میخوان سخن بگیم او درس داره، حالا اون که درسش تمام شده مخوابم میاد، بعد دیگه که چرا با من حرف نمیزنی، چرا با منو درک نمی کنی، دعوا شروع شد. حالا اینه که گاهی عشق یک مرد یا یک زن حتی به کارش موجب میشه که نگذره حرف برای طرف مقابل رو ادراک بکنه. نمیدونم تا چه مدت اینو قبول میکنید. من یه وقتایی هم میگذارم برای پرسش پاسخ، چون یک طرفه به قضاوت نرم. اگر بعضی قسمتاشو میگین قبول نداری طرح بکنید، بنده هم برای دفاع از خودم سند بیارم، اینا همش سند برای ارائه میکنم، چون قرار بود از نظر اسلام میگیم دیگه، از نظر اسلام هم بدون آیه و روایت محکومه، هر چی بگیم از خودمون گفتیم. پس اینم یه بحثه که فشار روانی اینجا هم باز این عشق ها فشار روانی ایجاد میکنه، نمیذاره حرف درست بشنوید. عشق به کار،
عشق به درس، هر چیزش میذاریم. یه چیز دیگه هم فشار روانی رو ایجاد میکنه. فشار روانی چیز دیگه هم که ایجاد میکنه، ناکامی. ناکامی در درآمد، درآمدش کمه، فشار روانی براش ایجاد میکنه. برو بابا، ببخشید طوری میگم، برو بابا شکم سیره، داری من نصیحت میکنی، بیا چند خروار قرض رو سرت باشه ببین چی کار داری میکنی، اینه چی چی میگی. اما اگر گویش ما درست باشه، به این زمینه هم توجه کنیم، به این فشار روانی هم عنایت داشته باشی، ما با عنایت به این فشار روانی وارد ذهن او بشی، اونم همراه ما میشه برای رفع ناکامی. میفهمی چه عرض میکنم؟ برای رفع ناکامی. خدا رحمت کنه شهید مطهری میفرمود تورم، بیکاری، فشار بیپولی و ضعف اقتصادی مال ضعف فرهنگیه. هر جا که ضعف فرهنگی پیدا کردید، بلا فاصله منتظر ضعف مالی باشید. آقا این حرفیه چه میزنی؟ این آقا آدم متدین، یه نماز خونه ولی ضعف مالی داره، این آقا روزه میگیره ولی ضعف مالی داره. ممکنه بحث مطرح میکنیم ما، این یه بحث باید روشنش کنیم، ببینیم از کجا شهید مطهری فرمایشو داره که ضعف فرهنگی موجب ضعف اقتصاد میشه. هر جا اقتصادو بخوای قوی بشه باید رو فرهنگ کار کنی. الانم جمهوری اسلامی اگر بخواد تورم رو بشکنه اول باید رو فرهنگ کار کنه. تعارفی نداره. من نمونه کوچیکش خدمتتون میگم، یه نمونه خیلی کوچیکش، اگر بخواد توی این زمستون مردم اذیت نشن، با یه تبلیغ زیرنویس به این که صرفا میخوام یه حتی این محصر یه حتی این رو میتونه به این که آقا گاز کم هستش بخواه یا کم بکنید، من همین الان آدم سراغ دارم، دو نفرن توی خونه، شش تا بخاری روشن کرده. واقعا شش تا ها، نه این که بگیم الکی میگیم، یه حال دارن، دو تا تو حال روشن کرده، یه سه تا اتاق داره، یکی برای مهمونش هست، هم میگه یه ممکنه مهمون بیاد. بهش میگم چند روز پیروز بود، بهش گفتم ببین تلویزیون میگه که اینا رو خاموش کنی، اسراف و اینها، یه مدت براش توضیح دادم، گفت فلانی راستش من فکر میکردم، قبل از اینکه من حالا به قول خودش قبل از اینکه من توضیح بدم، میگفت من فکر میکردم که این دارم کار خیر انجام میدم، که محیط آماده بشه که اگر شما این نوعی کلان اومدید این مطالب با من صحبت میکنی خونم اومدی سردت نشه، بنده خدا را گرم نگه داشتم. ببینی؟ حالا بگید آه یه نفر اینطوری شما دیدید، ببخشید آه شما سری بذارید به افرادی که باشون مرتبط هستید، ببینید بخاری ها چجوریه. بعضی خانواده ها واقعا دوتا بخاری روشنه، از دو تا به بالا داریم، اونایی هم که یکی هسته شما بینید چقدر. یه وقت آقای حبیبی یادم هستش که معاون اول رئیس جمهور بود، اومد یه حرفی زد، فردا همه روزنامه هوش کردن. گفت آقا من چندین سال فرانسه زندگی کردم، خب اینطوری هم بوده دیگه، چون چندین سال فرانسه بوده، اونجا پنجره ها رو کوچیک میسازن تا تو زمستون وسایل گرمازا خوب اثر کنه، تو تابستون وسایل سرمازا. هوش کردن، گفتن ایشون میخواد مردم نورم نبینن دیگه. این چه حرفی میزنه؟ قدرت مدیریت ندارن بعد میگن پنجره ها رو کوچیک کنیم. نه این نیست، یعنی همین این حرف حالا اثر نمی کنه، چون زمینه های زیست ساختیش مهم اول پیدا نشده. من مثال زدم برای این، ما اگر بخوام بگیم ما این گرمازایی رو کم کنیم تا فلان شهر از سرما دچار مشکل نشن، اگر این معاون رئیس جمهور وقت اومد این حرف زد، آقای دکتر حبیبی، الان یکی دیگه بیاد فردا یکی دیگه بیاد این حرفو بزنه، تا اون زیر ساختای فرهنگیش آماده نشه هوش میکنیم. این چه حرفی داری میزنیم؟ بعد اداره برق میاد میگه چی؟ کم مصرف کردن چی؟ کم مصرف کردن چی؟ صرف جویی کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردنه. خب ولی شعار قشنگه، اما با چی زیر ساختی باید اینو جاش بندازیم؟ آیا واقعا همه مردم این کارو میکنن؟ همه الان بریم مغازه ها رو نگاه کنیم،
اما بعضی کشورها هست جا انداختن اینو، با اینکه فرهنگ اسلامی رو طور دیگه بهشون منتقل شده. واقعا معتقدم، میگن ما رو فرهنگ اسلامی هست، یعنی بی محابا میگن این فرهنگ اسلامی هست، ما دیدیم خوب استفاده میکنیم به نام درست مصرف کردم. خب بنابراین روز به روز سرمایه هاشون ثمره میده، به تعبیری میگن پول میاره، خواب میاره، علم میاره، بعد میگن بیکاری میاره، بیپولی میاره، این هم همینطور کنار همه، تا چی مدت درسته این حالا بهش میرسیم. در صورت فشار روانی یکیش اینه، ناکامی هاست، ناکامی های در شغل، ناکامی های در ارتباطات، فشار روانی میاره، ما رو دچار مشکل میکنه، نمیذاره حرف ما رو بشنوه. بعدیش چندو میشه؟ ششم، بی‌توجهی. بعضی افراد ظاهراً ما را نگاه میکنن ولی توجه ندارن. توجه یعنی چی؟ توجه یعنی این که مجموعه حواس را به سوی شیعی تمرکز دادن، یعنی شنیدن، دیدن، لمس کردن، حتی انگار داره حس میکنه اون چیزی که میگه تو خونهشون الان موجوده، تو کارش الان موجوده، حس میکنه. اینه که گفته میشه که بی‌توجهی خیلی هست. خب ما باید با توجه به این که بعضی از افرادم بی‌توجه هستن، این زمینه رو هم آماده کنیم تا اون سخن اون ده تا صفت رو داشته باشه. هفت، حدس و گمان. حدس میزنه این که میگم منظور اون باشه، حدس میزنه این که میگم شاید چنین باشه، حدس و گمان. هشت، فکر قالبی چون روشن سیر رد شد. نو، مشکلات ابزار ارتباطی مثل چی؟ گاهی مثل همین بلندگو. این بلندگو اگر یه ذره سیستمش، تنظیمش درست در باشه شما راحت‌تر میشنوید. الان میبینید این نمونه شه الان این الان چون مشکل داره شما مطلب رو درست متوجه نمیشید، یعنی الفاظ براتون ممکنه جابجا بشه. تلفن، چی، هر چی دیگه، ابزارهای ارتباطی خودشون نقش داره تو انتقال مطلب ما. و دهمی، موضوعات احساس برانگیز منفی. خب این 10 تا موانع ارتباطی بودن. اگر بنا باشه حالا این موانع رو بشناسیم، که مثلا فرض بر اینه که این 10 تا رو میشناسیم، حالا میخوایم چگونه بگیم که این 10 تا کنار بره، این 10 تا تأثیر منفی بر روی مخاطب ما نگذاره. عرض کردیم حتی همسر، برادر، خواهر، نزدیکان ما، اگر این 10 تا رو مراقب نباشیم و اون آموزه مهارتی رو نداشته باشیم، نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. حالا این 10 تا رو داریم، حالا چگونه بگیم؟ من اصلا چگونه بگیم یه بحثه، آقا وقت داریم؟ چگونه بگیم بحثشه؟ پس با این وقت ناقص میشه، بذاریمش برای اینکه مثل امروز هی نگیم. پس بذاری جلسه بعد از اول شروع کنم، چون الان بحث جلسه قبل ناقص بود، هی تلاش کردیم که مدار ارتباطش بدیم، حیف هم میاد. چگونه حالا بگیم که اون 10 تا صفت رو داشته باشه؟ جلسه بعد انشالله. حالا این 10 دقیقه بگذاریم برای پرسش و پاسخ. نه، درس خوندن خانما مشکل ساز نیست، بحث این استش که گاهی علاقهش به اون درس مشکل ایجاد میکنه. ببینید، چون ما نمیتونیم علاقه را یک جا ببریم، که بایستی تقسیم بکنیم، علاقه به فرزند، علاقه به همسر، علاقه به درس، علاقه به زندگی، علاقه به خود، علاقه به نماز، همینا علاقه میخواد دیگه. با دعا را با علاقه بخونه، با عشق بخونه دعا را، خب اینم میخواد دیگه، تقسیم باید کرد. این که میگن مدیریت زمان نقش اساسی داره که قول داده بودن این رو مطرح کنیم، اینو به صورت اسلاید درست کردم که میخوایم اینجا به صورت اسلاید مطرحش کنیم، چون بحث اساسی است که اسلاید داشته باشه بهتره. اینا اسلایدشو درست کردم. این که میگیم مدیریت زمان باشه، معناش همینه که ما بتونیم زندگیمون رو طوری وقتش تقسیم بکنیم که با هم با علایقمون داشته باشه، هم با نیازهامون سازگاری داشته باشه، هم با موقعیت محیطیمون سازگاری داشته باشه و هم با اهدافمون. اگر بتونیم این کار کنیم، مدیریت زمان رو داشته ایم موقع. بنابراین اونجوریه. ارتباط با؟
خب چرا همون کتابی که نوشتیم تحت عنوان روش‌های درس خواندن داخل پرانتز روش‌های مطالعه؟ بله بله، بازار ببینیم کجا داره، نمیدونم. ایشون فرمایید چرا چادر ملی رو نقد کردید، علت چیه؟ ما عرضمون این بود که پوشش یه بحث ظریفی است مثل خیلی مسائل دیگر. مثلا من اولی مثال بزنم بعد این بحث چادر. ما میگیم جوانهای دین مدار، درست شد؟ بعد میگیم این جوان دین داره اون نداره. بر اساس چی میگیم این دین داره نداره؟ آیا بر اساس کمیت یا کیفیت؟ کدومش؟ آیا دین کمیت برداره یا کیفیت برداره؟ آیا دین بر اساس اینطوری بگیم نشانه‌ها شناخته میشه یا چیزی دیگره؟ اگر ما در بحث کمیت و کیفیت، کمیت برداری، کیفیت برداری دین خواستیم قضاوت کنیم، کم آوردیم، به کجا باید مراجعه کنیم؟ کی باید این دعوای ما را فیصله بده؟ بگه که به اصطلاح این که میگه این جوان دین داره یا اون نداره سلیقه‌ای نشه. میبینی اینطوریه؟ مثلا بعضی‌ها میگن آه کلهم جوانای ایران با دینن، یکی میگه نه خیلی طوری نیست. یه بحثی طوری الان هست دیگه، یکی نقد میکنه یکی تایید میکنه. خب بر اساس چی این دعوامون رو میخوام فیصله بدیم؟ معیارمون چیه؟ و نهایتاً این معیارات چی میخواد بسازدش؟ ما وقتی میگیم تست، میگیم آه فلان چی تست داره، این تست رو کی درستش میکنه؟ میگن آه سازمان استاندارد. آه این زرد رو تست بکنید درست یا درست نیست نظر استاندارد. یه سازمانی میخواد این استاندارد رو معین بکنه. خب حالا استاندارد این که این بادینه این بیدینه از کجا بیاریم؟ نه نکته هاییه. حالا بس همین مذهبی و غیر مذهبی، حالا از کجا میفهمیم مذهبی و غیر مذهبی؟ فرمایش شما یه چیزایی میخواد دیگه، درسته؟ دقیقا همین بحث حجاب الان، بحث چادره، حجاب برتر. یکی میگه چادر حجابه، یکی میگه نیست. یکی میگه مانتو حجابه، یکی میگه نیست. بس چه میاری این حرفا میزنی؟ این بحثش به روشن میشه، چون خیلی هم هست همینطوری حرف نمیپذیرن. بعد اون موقع این چادر ملی، بنده میگم که این چادر ملی نباید به اسم چادر ملی جا بیفته. بس چی عرض میکنم؟ این همه اینها این چرا چراها میارم اینجا. ما تو مسائل دینی همانند مسائل غیر دینی استاندارد داریم. چطوری اگر بنا باشد که امروز یه کارخونه ساخته میشه، میگن آه مثلا این راکتورای آوردن تو بوشهر میخوان به کار بگذارن، استاندارد هست یا نیست؟ اینطور مطالب وقتی که مطرح میکنن و یه جایی باشه که بگه استاندارد هست یا نیست یا نه؟ ما تو مسائل دینی میگیم که فقهامون تعیین استاندارد رو بلدن مشخص کنن. به تعبیری عالمان دینی استخراج میکنن این استاندارد رو، که این استاندارد شالوده هاش قبلا قرآن به اطلاعات مشخص کرده، درست شد؟ حالا این شالوده هاش که مشخص شده متناسب با مقتضیات زمان آیا تغییر میکنه؟ خیلی از مسائل است تو مسائلی که شما پاره بحث دین و مذهب و اینها که تغییر داره نمیکنه. زمان تو بعضی فرآورده های مذهبی داره ممکنه تأثیر گذار باشه. بحث میگیم زمان بر فقه تأثیر گذاره یا فقه بر اساس زمان و مکان باید فتوا داده بشه، او بحث فرآورده هاشه نه اصولش. اصولش الی یوم القیامه یکیه، چه زمان قاجار باشه، چه زمان ارزموزر شما ساسانیان باشه، چه زمان پهلوی باشه، چه زمان جمهوری اسلامی باشه، دین دینه بر اساس معیارهای اصلیش. اما تو فراورده ها که میاد یه تنظیمایی میاد، احکام ثانوی میاد، بحث دیگه است. بحث چادر ملی متاسفانه عرض کردم خدمتتون که میگن الان به عنوان چادر ملی داره جا میفته، خطرات بسیار جدی داره برای آینده که نمیتونیم جمعش بکنیم. حالا چرا؟ ببینی اومده به طور این رو دوخت میزنه که این بنده خدا ابتداءً مطلبی رو که بتونه به عنوان روگیری باشه نداره، بعد این جنبه شرعی هم بهش داده میشه. ابتداءً
که شرعاً قرص صورت به اصطلاح باز باشه اشکال نداره. اما بنده خدا یه حکم شرعی داری که اگر کسی زور زد نگات کرد باید رو صورتت ببوشونی یا نه؟ اینه حکم شرعیش داریم آخه. اینه چه چیکار میکنی؟ خود تو خیابون هزاران نفر است داره به تو زور میزنه، نگات داره میکنه، اینه چیکار داری میکنی؟ یه نکته است که از بحث استانداردها عقبه. دو، اینی که اسمش گذاشتن چادر ملی مثل عوا رو سر قرار میگیره، درست؟ وقتی رو سر قرار گرفت به دلیل اینکه چادر هستش و چادر هم یه بافت خاص خودش داره، خیلی راحت میتونه به مرور زمان دختر خانم ها را آسی کنه، چون سر میخوره، چون میفته، چون نمیتونه جلو بیاد. یه تدریج همین هم خواهید دید که کنار میره. اینا تازه بسیار روبرنای اشاره عرض میکنن. نکته مهمترش اینجاست که این چادر یا باید جلوش دکمه داشته باشه تو زیپ یا باید باز باشه، درسته؟ این دوال خارج نیست دیگه. اگر دکمه و زیپ نگذاره درست شد، برای مسائل دیگری روش حرف داریم فعلا، چون بحث نقدهای بعدی که قبلا تو زمان شهید مطهری شده عود پیدا میکنه، میاد تو میدون. نقدهایی که اون موقع مطرح شده دوباره بخوایم یا نخوایم عود پیدا میکنه که چرا زنها رو تو کیسه کردید و همه چیزه دیگه، را نمیخوام برای دیشالان بشم. اگر میخواد باز باشه به دلیل اینکه این آستین داره نمیتونه درست جمعش بکنه و در این حال معمولا دختر خانمی و خانمی که به حجاب معتقد باشه این چیزا براش گیر نداره که، قبول داری؟ دختر خانمی به حجاب معتقد باشه این چادر رو چنان قشنگ میگیره، اذیت هم نمیشه، افتخار هم میکنه. ولی معمولا اونایی که یک مقداری عواطف داره قلقلکش میده، از نظر اینکه چادر رو به یه جوری راحت ترش بکنن، اونا میرن سراغ چادر گسیش بودن، چادر ملی. الان دقت بکنید، اگر کسی اهل تحقیق باشه، اهل طریقه مشاهده ای نه، چون این بحث نامحرم هم، اهل تحقیق آماری دیگه باشه، بره سراغ این که تو خوابگاه‌های دانشجویی، تو نمیدونم مدارس، دبیرستان ها، ببینه اون دختری که قبلن بیشترین نقد را به چادر داشت، چادر ملی را بیشتر استفاده میکنه یا نه اونهایی که بیشترین دفاع را از چادر داشتن. این یه ذره کار بکنید روش. البته تعدادی هم داریم که واقعا اعتقاد به چادر دارند و چادر ملی را میپوشن، این هم داریم ها، اینا را منکر نیستن، نمیه بحثه. همه اینها میذاریم کنار، بحث اینجاست که ما چادر را برای چی میپوشیم؟ خانم ها برای چادر میپوشن؟ یه سواله. مگر نه اینکه مانتو هم پوششه. تو بحث حیا و عفاف عرض کردیم اگر نباشیم بیایم چه جاب که دو جلسه قبل عرض کردم خطری، اگر از چنان که تعالی این کارو نکردیم به عفاف و حیا نپرداختیم، فقط به حجاب پرداختیم، اینجا هستش که صرفا تو پوشش قرار میگیره. پوشش تنهایی وقتی وارد بحث بشیم، پوشش نقص پذیری خیلی داره، اگر بر اساس اعتقادی که من مشروط به حیاه از شما به اصطلاح افاق نباشه. من برای این که از حرفم دفاع کرده باشم، پاسخهای شهید مطهری به اشکالات حجاب یه مطالعه بفرمایید. یک، نه خود مسئله حجاب، پاسخهاش، یه نکته. نکته دوم، بحث مجموعه کتاب‌های حجاب، چادر، حجاب برتر در سال 1376 و 77 تدوین شد در ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان. اینا ملاحظه فرمایید که کار جدی روش شد. خداییش از نظر تاریخی اومدن حجاب را از زمان رسول الله گرفتن تا الان روش کار کردن، که چون بعضی میگفتن از زمان رسول الله این چیزا نبوده، دقیق تاریخ را آوردن، از نظر روایت دقیق روایت را آوردن. اینم یکی.
بعد اون موقع میرسیم به اینجایی که تو تاریخ یک همچون اشتباهی زمان حضرت امام سجاد علیه السلام اتفاق افتاد، امام سجاد در مقابلش وایستاده که تغییر در نوع پوشش، در قالب پوششی که به قولی جهت دهنده به پوشش‌های اصلی باشه، مثل همون چادر امروزی که حدس می‌زنیم که مثلا اون زمان یه ذره حالت بلندی مقنعه باشه، مثلا حالا اینطوری میگیم، ایشون فرموده که برای چی این تغییرات ایجاد می‌کنید، منشأ چیه؟ بعد پاسخ خودشون رو می‌فرمایند. تو اون بحث الان هستش. یه کتابی دیگه هم که معرفی بکنم، کتابی هست که در حقیقت شهید صدر و خانم بنت الهدای شهید بنت الهدای صدر مشترکاً تحت عنوان پاسخ به پرسش‌های دانشجویان لندن منتشر کردن، چون یکی از افرادی که اونجا درس می‌خونده به اسم آمرتضای آل تومه اونجا درس می‌خونده، نامه‌ای نوشته به شهید صدر تا آقا شما که فقیه هستی، فیلسوف هستی، آشنای مسائل علمی دینی و روز هستی، پاسخ بده. اینا خیلی بحث حجاب اینجا، مسلمان همون میان اینجا حجاباشون رو برمیدارن، بعضی هم میان عوض میکنن لباسشون رو. مثلا تو عراق میدونی چادرایی که مثل عبا هستش معمولا بوده، میگه این چادر عبایی رو هم برمیدارن چیز دیگه جاش میذارن، میگن اینم چادره دیگه، نگفته دیگه چیا بوده چی دیگه داشت، مثل میگن اینم چادره. شهید صدر با خواهرش بنت الهدای صدر یک جوابای خیلی قشنگ میدارن تحت نام همون که به اصطلاح کتاب شده. اینا رو هم عنایت بفرمایید.